گربه خیابانی به اسم باب فصل سوم عقیم کردن وقتی به هفته دوم داروهای باب رسیدیم او خیلی سر حالتر به نظر می رسید. زخم پشت پاش به خوبی بهبود پیدا کرده بود و لکه های بیمو و کم روی پوستش داشتن ناپدید می شدن و جای خودشونو به موهای تازه و زخم تر می دادن. همینطور صورتش شادتر بود و چشماش برق می زدن. در چشماش درخشش سبز و زردی بود که قبلا دیده نمیشد. بدون تردید اون در حال بهبود بود و سر و صدای اون اثبات قطعی این واقعیت بود. اون از روز اول در بود که چرخ زنان در خانه پرواز می کرد. اما از حدود هفته گذشته اون بیشتر به یک گلوله انرژی تبدیل شده بود. من فکر نکرده بودم چنین چیزی امکان داشته باشه. گاه و مثل یه دیوونه تو خونه میپرید و میدوید. با خشم به هر چیزی که دستش بهش میرسید از جمله من چنگ مینداخت. روی تمام سطوح چوبی آپارتمان جای چنگ بود. حتی من روی پشت دست و بازوم جای چنگ داشتم. برام اهمیتی نداشت. میدونستم از روی بدجنسی نبوده و اون فقط داشته بازی میکرده. تو آشپزخونه خونه؟ جایی که به گنجه ها و در یخچال چنگ میزد تا به ذخیره غذایی من دست پیدا کنه چنان اسباب زحمت بود که مجبور شدم چند قفل کودک پلاستیکی ارز قیمت بخرم. در زن باید در مورد دم دست گذاشتن هر چیزی که میتونست وسیله بازیش بشه دقت میکردم. یه جفت کفش یا یه تکه لباس میتونست در عرض چند دقیقه خراشیده و تکه تکه بشه. همه ی رفتارهای باب نشون میداد باید کاری انجام بشه. من تو زندگیم اونقدر با گربه ها سر و کار داشتم که بتونم نشانه های بر رو تشخیص بدم. او یه نر جوان بود که زیاد تستسترون در بدنش جریان داشت. برام تردیدی باقی نمونده بود که اون به عدیم شدن نیاز داشت. بنابراین چند روز قبل از تموم شدن دوره داروهاش تصمیم گرفتم به دامپزشک محلی زنگ بزنم. من از فواید و ضررهای یک پارچه نگه داشتن اون با خبر بودم. و ضررش بیشتر بود. اگه باب و عقیم نمی کردم، مواقعی می رسید که اون بی اختیار برای پیدا کردن جفت خیابانا رو زیر و رو می کنه. معنیش این بود که هر بار می تونست روزها حتی هفته ها سر و کلش پیدا نشه. همینطور خیلی بیشتر احتمال داشت با گربه های دیگه برخورد کنه و وارد دعوا بشه. تا جایی که من میدونستم زخم اون ناشی از دعوا بود گربه های نر خیلی به قلمبه خودشون اهمیت میدم و برای نشون گذاری منطقه خودشون بوی خاصی تولید کنه. با ممکن بود اتفاقی وارد قلمبه کسی دیگه ای بشه و بهاش رو هم بپردازه. میدونم احتمالا این ناشی از بدبینی زیاد من بود. اما اگه عقیم نمیشد این خطر هم وجود داشت هر چند اندک که به بیماری های مثل ویروس گربسانان و ویروس نحس ایمنی گربسانان مبتلا بشه که در گربسانان با HIV برابره نکته آخر اما نه چندان کم اهمیت این بود که اگه با من میموند حیوان خوندی خیلی آرونتر و حتی با خلق و خوی ملایمتر میشد مستعد این نبود که تمام مدت مثل دیوانه ای بدوه. در مقابل هیچ کاری انجام ندادن منافع بسیار اندکی داشت. مانع از این میشد که یه جراحی کوچیک داشته باشه. موضوع همین بود. نوپوخ نمیخواست. به دام پزشکی زنگ زدم و با یه پرستار خانم صحبت کردم. موقعیتم توضیح دادم و پرسیدم اون برای یه جراحی مجانی واجد و شرایط یا نه. اون گفت بله مشروط به اینکه از یه دامپزشک مجوز داشته باشم که من از اولین بار که اون برای پاش و داروهای کک و کرن پیش دامپزشک رفته بود این مدرک رو داشتم تنها چیزی که باعث نگرانی میشد داروهایی بود که هنوز مصرف میکرد توضیح دادم که اون در آخر یه دوره آنتی بیوتیکه اما پرستار گفت ایرادی نداره پرستار توصیه کرد وقت بگیرم تا دو روز دیگه عمل بشه اون گفت فقط صبح بیاد و اونو پیش ما بذارین اگر همه چیز درست پیش بره میتونین آخر روز اونو تحویل بگیریم. صبح روز عمل سر وقت و زود بیدار شدم و میدونستم باید ساعت ده اونو برای عمل ببرم این اولین بار بود که بعد از رفتن به انجمن سلطنتی حمایت از حیوانات مسیر طولانی رو با هم طی کردیم. من بهش اجازه نداده بودم روز برای انجام کارش در پایین از آپارتمان بیرون بیاد چون هنوز داشت آنتی بیوتیک مصرف میکرد بنابراین اونو دوباره تو همون سطل بازیافت پلاستیکی سبز گذاشتم که دو هفته قبل از اون برای بردنش و انجمن سلطنت حمایت از استفاده کرده بودم هوا خیلی بد بود برای همین وقتی بیرون بودیم در سطل رو گذاشتم اما محکم نکردم اون روزم چندان راحت تر از اولین باری نبود که اونو داخلش بازاشتم. مادام سرش رو بیرون میآورد و دنیای رو تماشا می کرد که در اطرافش می کلینیک جای کوچیکیه. له شده وسط یه دکه روزنامه فروشی و یه کلینیک دامپزشکی و صفی از مغازه ها. ما خیلی زودتر از وقت باب به اونجا رسیدیم و دیدم کاملا پره. مطابق معمول صحنه آشفته بود. با سگهایی که بنداشون تو دست صاحباشون میکشیدن و به گربه های داخل کیفای جا به شیک اورلند میکردن. باب با اون وسیله جا به سره هم بندی شدهش توی چشم میزد و فورا هدف تعجم اونا قرار گرفت. مطمئنم بعضی از گربه ها فرار میکردن اما باب اصلا نترسیده بود. به نظر میرسید به من اعتماد داره. وقتی اسم من شد پرستار جوان بیست و چند ساله خارج شد و به سراغ و من اومد. اون مقداری فرم داشت و منو به اتاق برد و در اونجا سوالهای بازه استانداردی پرسید. گفت بعد از جراحی نمیشه اثرش رو از, از دین برد. آیا مطمئن که نمیخواین در آینده از باب تولید نسل داشته باشید؟ من فقط لبخند زدم و سرتکون دادم. همینطور که سر بابو نبازش میکردم گفتم آهان کاملا مطمئنم اگرچه نتونستم جواب سوالای بعدی رو هم بدم اون لبخند زد و باب چند سال داره؟ قبل از اون که به طور خلاصه داستان باب رو تعریف کنم گفتم واقعا نمیدونم بذارین نگاهی بندازم اون توضیح داد اینکه باب عویم نشده بود سر نخ خوبی در مورد سنشه سن اون به من گفت گربه های نر ماده در حدود شش ماهگی از نظر جنسی بالغ میشن. اگه عویم نشده باشن بعد از اون تغییرات فیزیکی مشخصی در اونا اتفاق میافته. برای مثال گربه های نر صورتی پرتر دارن به خصوص در اطراف گونه ها. همینطور پوست کلوفتری پیدا میکنه. به طور کلی حسابی بزرگ میشن. مسلما بزرگتر از گربه های عویم شده. اون آنقدر را بزرگ نیست بنابراین حکس میزنم شاید نو یا ده ما داشته باشه همونطور که فرم های اجازه جراحی رو به من بیداد توضیح داد که خطر کمی وجود داره که مشکلاتی پیش بیاد اما احتمالش بسیار کمه گفت قبل از اون که کار رو ادامه بدیم اونو معاینه نمی کنیم و شاید یه آزمایش خون ازش بگیریم اگه مشکلی بود باتون با تماس میگیریم. من که کمی شرمنده به نظر می رسیدم گفتم بسیار خوب. تلفن همراهی که کار بکنه نداشتم. بنابراین اونا در مورد تماس با من دچار مشکل می شدن. بعد در مورد خود جراحی برام توضیح داد. جراحی با بیوشی عمومی انجام میشه و معمولا خیلی بیدرده سره. بیزه ها از داخل دو تا شکاف کوچیک که روی کیسه بیزه ها ایجاد میشه بیرون آورده میشن. در حالی که بابو به شوخی میترسوندم گفتم باب آخ اگه همه چیز خوب پیش رفت میتونید شیش ساعت دیگه بیاید و بابو ببرید. اون اینو گفت و به ساعتش نگاهی انداخت. بنابراین حدود چهار و نیم خوبه؟ من سرتکون دادم. عالیه شما رو اون موقع میبینم. بعد از اون که بابو برای آخرین بار بغل کردم دوباره به خیابونای ابری برگشتم. دوباره داشت وارون میگرفت. اونقدر وقت نداشتم که تا مرکز لندن برم. وقتی شروع می کردم و چند آهنگ می خوندم، دوباره وقت برگشتم می شود. بنابراین تصمیم گرفتم شانسم رو در اطراف نزدیکترین ایستگاه قطار امتحان کنم. بهترین جای دنیا نبود اما چند پوندی دستم میومد و برای چند ساعتی که باید منتظر باب می موندم، جای مناسبی بود. یه مغازه تعمیر کفشم کنار ایسکا بود که صاحبش رفتار خیلی دوستانه ای داشت و میدونستم وقتی بالاخره بارون بگیرن میتونم در اون پناه بگیرم. سعی کردم موقع نباختن باب رو از ذهنم بیرون کنم. نمیخواستم به اون تو اتاق عمل فکر کنم. اون احتمالا عمرش رو در خیابون گذرونده بود و همه جور اتفاق بعد دیگه براش افتاده بود. من داستانهایی در مورد سگها و گربه های خیابونی شنیده بودم که برای جرایی های خیلی کوچیک به اتاقهای عمل دامپزشوا رفته بودند و دیگه زنده بیرون نیمده بودن. سعی کردم بدترین فکرها را از خودم دور نگه دارم وجود ابرهای سیاه خشمگین بالای سرم وز رو بهتر نمی کرد. زمان خیلی خیلی کند می گذشت. هر هرچند آقه بعد ساعت چهار و پونزده دقیقه شد و من شروع کردم به جمع کردن وسایلم. تقریبا چند صد متر باقی مونده تا کلینیک و دویدم. پرستاری که قبلا باش حرف زده بودم پشت میز پذیرش سرگرم حرف زدن با یه همکار بود و با لبخند گرمی به من خوش آمد گفت. در حالی که هنوز به سختی نفس میکشیدم پرسیدم حالش چطوره؟ همه چیز خوب پیش رفت؟ اون گفت اون خوبه. کاملا خوب نگران نباشید. بذارید نفستون سر جاش بیاد. من شما رو پیش اون میبرم. عجیب بود سالها میشد در مورد هیچ کس یا هیچ چیز اینقدر نگران نشده بودم به فسنت جراحی رفتم و دیدم باب توی قفس خوب و گرم دراز کشیده گفتم سلام باب رفیق چطوری او هنوز خیلی گیج و منگ بود بنابراین مدتی طول کشید تا منو بشناسه اما وقتی شناخ صاف نشست و شروع کرد به پنجه کشیدن به درهای قفس انگار داشت میگفت منو از اینجا بیرون بیار پرستو به من ورقه مرخصی داد و بعد برای اطمینان از اینکه باب میتونه مرخص بشه یه بار دیگه اونو معاینه کرد. او واقعا مهربون بود و خیلی کمک کرد که بعد از تجربه قبلین در تام پزشکی تعبیر خوشایندی بود. جای برش ها رو به من نشون داد و گفت چند روزی اطراف این محل متورم و دردناک باقی میمونه. اما این طبیعیه. فقط گاه و بیگاه نگاه آن تا مطمئن بشی چرکی نشده. یا مشکلی مثل اون پیدا نکرده باشه. اگه متوجه چنین چیزی شدی به ما زنگ بزن یا اونو برگردون تا بتونی معاینش کنیم. مطمئنم مشکلی پیدا نمیکنه. ازش پرسیدم تا کی بی حاله؟ اون گفت ممکنه چند روزی طول بکشه تا دبراغ و سر حال بشه. در موارد مختلف خیلی فرق میکنه. بعضی گربه ها فورا راه میافتند بقیه چند روزی ضعیف میشن. اما معمولا در عرض 24 ساعت حسابی سرحال میشن. احتمالا روز بعد زیاد میل به غذا نداره اما اشتهاش هم خیلی زود برمیگرده. اما اگه خواب آلود و بیحال موند به ما زنگ بزن یا اونو برای معاینه بیار. خیلی به ندرت پیش میاد اما گاهی گربه ها به خاطر جراحی دوچار افونت میشه. من سطل بازیافت رو باز با خودم آورده بودن و درست وقتی میخواستم بابتون بگذارم اون به من گفت صبر کنم. اون گفت دست نگه دار فکر میکنم میتونیم کار بهتری کنیم. فون چند دوه رفت و بعد یه کیف حمل زیبای آبی آسمونی آورد. گفتم نه این مال من نیست. نگران نباش ایرادی نداره ما یه عالم اضافه داریم تو میتونی اینو ببری فقط دفعه بعد که از اینجا رد شدی اینو برگردو واقعا اصلا نمیدونستم چطور این کیف حمل از اونجا سر در آورده شاید کسی اونو جا گذاشته بود یا شاید کسی گربش رو با اون آورده بود و بعد از بازگشت فهمیده بود دیگه بهش احتیاجی نداره من نمیخواستم زیاد به این موضوع فکر کنم معلوم بود جراحی خیلی بابو ناراحت کرده تو راه خونه فقط نیمه خواب توی کیف هم دراز کشی همین که به خونه رسیدم آهسته به نقطه مورد علاقش کنار رادیاتور رفت و دراز کشی تمام شب اونجا خوابید روز بعد کار رو تعطیل کردم تا مطمئن بشم حالش خوبه. توصیه دامپزشک این بود که برای اطمینان از نبود هیچ نوع تاثیر جانبی اون باید بین 24 تا 48 ساعت بعد از جراحی تحت نظر باشه. به خصوص مراقب ادامه خوابالودگیش بودم که نشونه خوبی نبود. آخر هفته داشت نزدیک می شود. در نتیجه می دونستم مقداری پول لازم دارم. اما اگه مشکلی پیش می اومد هرگز خودم رو نمی بخشیدم. انابراین برای مراقبت از باب 24 ساعت در آپارتمان موندم. خوشبختانه اون کاملا خوب بود. صبح روز بعد اندکی هوشیارتر بود و صبحانه خورد. همونطور که پرستار پیش بینی کرده بود اشتهای رو نداشت اما نصف کاسه از غذای مرد علاقهشو خورد که درگم کننده بود. همینطور کمی در خونه پرسه زد اگرچه مثل همیشه سرزنده نبود. در عرض چند روز بعد کم کم مثل باب همیشگی شد. سه روز بعد از جراحی رو مثل قبل میبرید. متوجه بودم هنوز گاهی درد داره. هر چند یه بار چهرش تو هم میرفت یا ناگهان توقف میکرد. اما مشکل بزرگی نبود. میدونستم ما هنوز اون نیم ساعت دیوانگی عجیب و خواهد داشت اما خوشحال بودم این کار انجام دادم. فصل چهار اجازه ماندن وقتی دو هفته به پایان رسید فهمیدم باید در مورد بیرون کردن باب از آپارتمان و برگردوندنش به خیابون فکر کنم. این جایی بود که اون از اون اومده بود و گمان می‌کردم جایی که میخواد بهش برگرده. اون واقعا داشت به خوبی بهبود پیدا میکرد. و سالمتر از وقتی بود که برای اولین بار دیدمش خیلی چاختر شده بود بنابراین یکی دو روز بعد از اون که دوره داروها رو تموم کردم و اون کاملا از عوارز جراحی بهبود پیدا کرد باب رو به طبقه پایین بردم و از راه رو به بیرون هدایت کردم اون از راه حیات تا بیرون دم در بردم و خیابون رو نشونش دادم اون همونطور چسبیده به همون نقطه نشست و چنان سردرگم به من نگاه کرد که انگار داشت میگفت میخوای من چیکار کنم در حالی که دستم و به سرعت به طرف بیرون حرکت میدادم گفتم برو برو راه بیفت برو این هیچ تأثیری نداشت یه لحظه فقط اونجا وایستادم و با اون یه مسابقه خیلی کوچیک خیره شدن انجام دادم اما بعد اون برگشت و با قدم های کوتاه راه افتاد نه به طرف خیابون بلکه به طرف جایی که دوست داشت کارش رو انجام بده بعد چاله ای کند اونو پر کرد و به طرف من برگشت این بار قیافش میگفت بسیار خوب کاری رو که میخواستی انجام دادم حالا چی؟ اون موقع بود که برای اولین بار کم کم فکری در ذهن من شکل گرفت به آرومی بهش گفتم فکر کنم تو میخوای اینجا بمونی بخشی از من خوشنود بود من از همراهی اون لذت میبردم و اون مسلما شخصیت خاصی داشت اما از دیدگاه منطقی میدونستم نباید میذاشتم این اتفاق بیفته. هنوز به زحمت میتونستم از خودم مراقبت کنم. هنوز در برنامه ترک اعتیاد بودم. به حال حالا ها و از همین بود که تو میتونستم از یک قربه مراقبت کنم. حتی از گربه ای به اندازه با باهوش و مستقل. این عادلانه نبود برای هیچ کدوم از ما. بنابراین با اندوه به این نتیجه رسیدم باید بیرون روندن اون از خونه رو در طول روز شروع کنم. صبح که به سر کار رفتم دیگه اونو تو خونه نذاشتم. اونو با خودم بیرون بردم. بعد اونو کنار باغچه گذاشتم و رفتم. با خودم گفتم سختگیری از روی محبت. اون اصلا اینو دوست نداشت. اولین باری که این کارو کردم نگاهی به من انداخت که معنیش این بود خائن. همونطور که گیتار به دوش راه افتادم اون منو دنبال کرد. بی سر و صدا منو زیر نظر داشت مثل یه جاسوس در پیاده رو زیکساک میرفت و سعی میکرد دیده نشه. با این تفاوت که دیدن پوست هنایی و مشخص اون که بالا و پایین میرفت و پیچ و تاب میخورد راحت بود. هر بار اونو دیدم وایستادم. بازوهامو بازوهامو براش تپون دادم و به طرز نمایشی اونو دور روندم. اون با بیمیلی و به زحمت دور شد و وقتی میرفت به من چند نگاه انداخت که معنیش بیوفایی بود. عاقبت منظورم و فهمید و ناپدید شد وقتی شیش یا هفت ساعت بعد برگشتم اون در ورودی آپارتمان ها منتظرم بود بخشی از وجودم میخواست نگذارم وارد بشه اما اون بخش تحت تاثیر اون یکی فرار گرفت که میخواست یک بار دیگه اونو به بالا به آپارتمان دعوت کنه تا باز کنار پاهام گلوله بشه در عرض چند روز بعد هر دو ما روالی تکراری در پیش گرفتیم من هر روز اونو بیرون میذاشتم و میرفتم و هر شب وقتی از نبازندگی در خیابون برمیگشتم اونو منتظر خودم میدیدم یا در بیرون یا در راه رو. یا اگر کسی در طول روز اونو به داخل راه داده بود نشسته روی پادری بیرون آپارتمانه او خیال نداشت بره این روشن بود تصمیم گرفتم قدم نهایی رو بردارم و اونو شب بیرون بذارم اولین شبی که این کارو کردم اونو دیدم که در محلی که سطرها رو نگه می داشتن، پنهان شده بود. سعی کردم بی اون که منو ببینه یواشکی وارد بشم. حرکت احمقانه بود. اون یک گربه بود و یکی از سیبیلاش حساس از تمام وجود من بود. همین که در ساختمون رو باز کردم اون اونجا بود و داشت سعی می کرد به زور وارد بشه. اون شب اونو بیرون در راه رو گذاشتم. اما وقتی صبح دوباره بیرون اومدم اون روی پادری خونم بود در چند روز بعد اون همونطور رفتار کرد هر روز که بیرون می اومدم او یا تو راه رو بود یا بیرون انتظارم و می هر شب رای برای ورود به ساختمون پیدا می کرد آقابت به این نتیجه رسید که تو این نبرد خاص پیروز شده بنابرای طوری نکشید که من درگیر مشکل دیگه شدم اون شروع کرد به در خیابون من رو دنبال کردن، اولین بار تا خیابون اصلی اومد اما وقتی اونو دور روندم به ساختمون برگشت دفعه بعد به طرف جایی که اونجا سوار اتوبوس کاونت گارده می شدم صد متر یا بیشتر در خیابون دنبالم اومد بخشی از من سرسختی و پافشاری اونو تحسین می کرد اما بخش دیگه هم بهش لعنت میفرستاد. من نمیتونستم اونو دور برونم بعد هر روز دورتر و دورتر می اومد جسورتر و جسورتر شد بخشی از وجودم فکر میکرد شاید یه روز بعد از اون که اونو ترک کردن با هم به راهش ادامه بده و به جای دیگه ای بره. اما هر شب که به خونه میومدم اون اونجا بود و انتظار میکشی. هرچند میدونستم بعضیت نمیتونه همینطور باقی بمونه و نموند. یه روز مطابق معمول دنبال کارم رفتم. گیتار سیاه آکوستیک بزرگم رو بستم و با تزئینات قرمزش بر کنار بدنم همراه کوله پشتیم روی شونم انداختم و از پلا پایین رفتم دیدم با در پوچه نشسته و بهش سلام کردن وقت خواست دنبالم کنه مطابق و معمول اونو پیشت کردن گفتم همونجا بمون نمیتونید به جای بیای که من دارم میرم، این بار انگار متوجه منظورم شد و بی سر و صدا رفت وقتی به طرف فیابون میرفتم گاه و بیگاه به پشت سر نگاه میکردم تا ببینم اونجاست یا نه اما هیچ نشونه ای از اون نبود. به خودم گفتم شاید بالاخره متوجه منظورم شده. برای رسیدن به ایستگاه اتوبوسی که مرا به کاونت گاردن می بورد. مجبور بودم از عرض خیابون اصلی یکی از شلوغترین و خطرناک زره خیابون های شمال لندن عبور کنم. اون روز صبح مطابق معمول اتومبیل ها، کامیون ها و موتورسیکلت ها به سرعت نگذشتن و سعی می کردن از میان ترافیک سنگین عبور کنند. همونطور که در پیاده رو وایستاده بودم و سعی داشتم راهی در ازدهام ترافیک پیدا کنم برای رسیدن به اتوبوسی که از 100 متر یا دورتر تو خیابون با ترافیک کند جلو می اومد شکافی در ازدهام ماشین ها پیدا کنم دم کسی یا چیزی خودش رو به پای من می به طور غریزی به پایین نگاه کردم هیکل آشنایی رو دیدم که کنارم وایس بود با وحشت متوجه شدم باب هم مثل من داره شانسش رو برای عبور از خیابون امتحان میکنه. بهش گفتم اینجا چه غلطی میکنیم؟ فقط طوری با تحفیه نگام کرد که انگار داشت میپرسید عجب سوال احمبانه ای؟ بعد دوباره روی خیابون تمرکز کرد و طوری آهسته به لبه پیاده رو نزدیک شد که انگار خیال داشت به سرعت از روش عبور کنه. نمیتونستم بذارم چنین خطری کنه این تقریبا خودکشی حتمی بود بنابراین اونو به سرعت برداشتم و روی شونم گذاشتم جایی که میدونستم دوست داره بشینه همونطور که من از میان ترافیک جا خالی میدادم و از بین ماشین ها میپیچیدم و به اون سوی خیابون میرفتم اون اونجا نشست و به کنار سرم تکیه داد خیلی خوب باب تا همینجا کافیه اینو ضمن گذاشتن اون روی پیاده رو و باز پیشت کردنش که بره گفتم اون یواشکی به طرف پایین خیابون رفت و در میان جمعیت گم شد با خودم فکر کردم شاید این آخرین باری باشه که اون رو دیدم حالا واقعا خیلی از خونه دور بود کل لحظه بعد اتوبوس رسید یه اتوبوس دو طبقه قرمز مدل قدیمی که میتونستید بپرید و سوار بشی من رفتم بر روی نیمکت عقب اتوبوس نشستم و داشتم کیف گیتارم و در محل قرار دادن وسایل میذاشتم که معمور کنترل بیرید نزدیک اون وایش زده بود که ناگه هم پشت سرم برق پوستی هنایی رو دیدم تا بفهمم, بفهمم چی شده با پریده و خودش رو روی صندلی کنار جایی که من نشسته بودم جا داده بود من حیرت زده بودم بالاخره متوجه شدم هرگز از دست این گربه راحت نمیشم اما اون موقع متوجه یه چیز دیگه هم شدم از باب دعوت کردم بپره روی پای من که اون بلافاصله انجام داد یکی دو لحظه بعد سر و معمول کنترل بیدید پیدا شد یه بانوی خوش اخلاق اهل هند قربی و به باب و بعد به من لبخند زد همونطور که اونو نوازش میکرد گفت این مال شماست گفتم به گمانم باید باشه